بنام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و وقت خیر برای تمامی شما بیننده های نهایت عزیز. آرزو می کنم خوب و سر حال باشین، بازم بیننده رمز زندگی باشین. و امروز هم جناب محترم استاد مجیب الرحمن اقبال واک بعد از مدت خیلی طولانی به ما وقت کشیدن و قدم رنجه کردن در برنامه ما حضور دارن و میخواین از صحبت های مفیدشان ما و همچنان شما عزیزان و مخاطبین بهره مند شویم. پس شما هم با ما همراه هم کلام باشین، به شماره تماس 0713130 زنگ بزنین و یا هم به شماره تماس 0713135555 و صفحه فیسبوک ما طبق معمول امروز هم فعال است. در برنامه امروز جناب استاد البته با ایشان صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم در رابطه با یک موضوع خیلی مهمی که اکثر ما دنبالش هستیم صحبت هایی داشته باشیم. هر انسان در زندگی خود آرزو داره که به موفقیت برسه. اینکه موفقیت چی هست؟ چرا ما به موفقیت نیاز داریم؟ چگونه میتونیم به موفقیت برسیم؟ و اگر به موفقیت نرسیم چی خواهد شد؟ بسی است که امروز با جناب استاد دنبال خواهد کردیم. شما هم با ما همراه باشین و اگر پرسش در زمینه دارین با ما در میان بگذارین، استاد پاسخ به پرسش شما را ارائه خواهند کرد. جناب استاد خوش آمدین خیلی زیاد به برنامه رمز زندگی. خرسند هستم از اینکه حضور شما را باز هم در برنامه با خود داریم. خواهش میکنم، شما لطف میکنین. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و خوش هستم که بعد از یک فرصت تقریبا طولانی دوباره همکار برنامه رمز زندگی هستم. البته خیلی دل ما خواست و میخواست که مهمان برنامه و در خدمت بیننده های عزیز ما باشیم، اما به هر حال زندگی گاهن مجال و فرصتش مساعد میسازه، گاهی وقت آدم مصروف کار و سرگردان روزگار. به هر حال انشاءالله که بیننده های ما خوب و خوش و صحتمند باشن. همه من و شما گمشده ای داریم و پشت چیزی هستیم به نام موفقیت. بهتره تردید ای که موفقیت چی هست، ستویل کیگی او سنگ مگتاسی کولشو موفق و سیگو در لوی سوال ده چی هر انسان در تجربه پا ارزش، در تجربه پا قیمت طول عمر به سرگردان وی خواه زینی به ورته رسیگی او زینی به ورته نرسیگی. نورازی چینن و همدی باندی بحث اوله رو که احیانا تست داغ موفقیت یا سن دوسی نلاست راولون که مسئله خکاری دست در تخکاری چی لوی فاصله با تاسی پومنز او ده موفقیت ترمنز فاصله بدی روی. نورازی چینن سر بحث وکرو دا موضوع را وست پدو از این لاری چاری بزدر تا بخیم چی پخبل جوان که سنگ کولشه موفقیت تا ورسیگی و بعضا خیلی ها تجارب داریم، اندوخته داریم، مطالعه داریم. کافی است که بعض شگرده های خرد خرد، روزنه های خرد خرد را بلد باشیم، بیافیم و بیابیم تا خود ما را به موفقیت برسانیم. حالا من نمیفهم تعریف شما از موفقیت چی هست. شاید برخی ها رسیدن به فلان مدرجه از ثروت را موفقیت میگن، شاید فلان کس رهایی از فلان علاج از فلان مرض صعب العلاج که مشکل هست و اینا رو به هر حال میفشاره ایره موفقیت میگن. شاید بعضی ها کامیابی در فلان امتحان ره، امتحان کانکور، فلان امتحان فلان مضمون یا بسا نظریات و بسا اهدافی که هر فرد در هر سازمان داره، مدیر شدن، مامور شدن، رئیس فلان بخش شدن. اینا تمامش از جمله اهداف است که به هر حال یک فرد به خاطر موفقیتش برنامه ریزی کرده، برنامه چیده تا ای که برش برسه. حالا امروز به این بحث میکنیم، شما چی چیز را ملاک معیار موفقیتتان میدانین و با توجه به معیارهای علمی همراهتان مشوره میکنیم و آن چیزی که شما در ذهن خود دارین اینا رو به بررسی میگیریم، راههای علمی روانشناختی مشورتی را که ما هم میدانیم انشاءالله در خدمتتان قرار میتیم، مجزای از بینشای خود، مجزای از تجربیات خود در پرتو معیارات علمی انشاءالله با هم صحبت میکنیم. حالا اگر بیننده ما، من دوست دارم که بیشتر یک جانبه و یک جنبه ای نباشه برنامه ما، اگر بیننده های ما مشکل دارن نمیفهمن چگونه موفقشان خودشان به هدف برسانن، ما در خدمتشان قرار داریم و همراهشان صحبت میداشته باشیم.
با امید از اینکه بیننده های ما همچنان با ما همراه هم کلام باشن و پرسش هایی که دارن با ما در میان بگذارن که بدون تردید با ما همراه هستن و پیام های زیاده ممی لذا مشاهده میکردم که به ما رسیده اما این لذا پیام های شما رو خوانده نمیتونیم چون کمی بالای موضوع باید صحبت کنیم در رابطه با موفقیت. تعریف های خوبی استاد داشتی که موفقیت ما چی میار در نزد خودمون قرار داره که ما موفقیت برسیم یا کدام موضوع موفقیت میگیم، بسی است که نظر به افراد متفاوت است و هر کس موفقیت در موضوع مختلفی را موفقیت خود اسم میکنه. اما در کل استاد چگونه میتونیم ما با می اهدافی که در زندگی داریم و یا هم این موفقیتی که دنبالش هستیم و شما گفتین که گم شده ایم است، چگونه میتونیم به این برسیم؟ چرا برخی اوقات ما نمیتونیم به موفقیت برسیم با اینکه تلاش میکنیم؟ خیلی خوب، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب البته با حسن نیت، با حسن زن که میگم همون زوینم، حسن زن و به وجه احسنش رساندن خود به هم مدارج عالیه و اهداف مطروحه، اینه میگه موفقیت در تعریف کلیش. حالا ای که چگونه میتونیم در زندگی خود موفق شویم بستگی به ای داره که هدف ما را چگونه تعیین کردیم. ملاک ها، معیارها، هنجارها، ضابطه ها و قواعدی را که مد نظر داریم تا رسیدن به اهداف مطروحه ما چگونه مد نظر داشتیم، چگونه برنامه ریزی کردیم، چگونه اهداف ما را خواستیم دنبال بکنیم. شاید در قالب الفاظ کلیشه‌ای در اولین برخورد کسانی که تازه برنامه ما را میبینن زیاد برشان جالب نباشه که حالا میگیم معیارها و هنجارها و ملاک‌ها و ضابطه‌ها، اما به هر حال اون کسانی که پیاپی چندین برنامه از ما را دنبال کردن و کمی با الفبای مشوره و مشاوره آشنا هستند اشارات ما را درک میکنن. به هر حال به این معنی نیست کسانی که تازه بیننده میشن ما با اونا چیزی برای گفتن نداریم. به هر حال بیاین از اینجا شروع بکنیم. شاید یک کسی از بیننده های ما همین لحظه برنامه را میبینن و تمام زندگیشان گری خورده به یک هدف، به فلان مدارج، فلان مقدار از پول و ثروت است. اما این پول را که همه تقریبا امروز مکنت و امروز این مقام و این ثروت را دوست دارن و برش برسن، شما چی کار میکنین برش؟ چگونه برنامه ریزی کردین تا اینکه خودتان به اهداف و مطروحشان برسانین؟ چگونه شما راهی را هموار ساختین تا اینکه بتانین به همون درجه از ثروت برسین؟ حالا همه در افراد دنیا شاید به نحوی از آنها به عنوان یک معیار ارزشی پیش خودشان به خاطر پیشبرد خوب امور زندگیشان پول را دوست داشته باشند. اما بیاین که من و شما یک دفعه ارزیابی بکنیم، ریشه یابی بکنیم که من و شما آیا تمام زندگی ما شده پول یا یک قسمت از زندگی ما؟ من و شما یک برنامه ریزی که کردیم، این برنامه ریزی ما خوب و دقیق هست؟ این برنامه ریزی ما در حد این هست که فقط و فقط آرمان و خیال و خیال پردازی؟ حالا اگر قرار باشه که یک فرد با همین فرض هست و همین فرضیه را ملاک معیار خوب در بهتر زندگی زیستنشان ساختن، ما میگیم چه نوع تلاشی کردین تا اینکه برسید به فلان حدش؟ چه نوع برنامه ریزی کردین؟ از کجا شروع میکنین؟ چگونه قدم اول را با اطمینان، با اعتقاد، با اعتماد برمیدارین تا اینکه خودتانم به اهداف برسانین؟ حالا اگر قرار باشه خیلی آرمانی و خیال پردازانه برنامه ریزی بکنیم و بعد شام بین هدف ما، بین فعالیت ما و بین نوع برنامه ریزی ما اگر قرار باشه که یک نوع تسلسل منطقی ایجاد نکرده باشیم، به هر حال جزء از آرمان ها و امیال ها و آرزوهای ماست، نه ای که ما بتانیم به هدف خود برسیم. یعنی استاد چگونه ما یک رابطه یا تسلسل در بین اهداف خود ایجاد کنیم که او تنها آرزو باقی نمانه؟ منظورتون چی است؟ واضح‌تر میشه؟ خیلی خوب، بیاین که من شما از قالب تصورات بیاین بیرون، یک برنامه عملیاتی و عملکردی بر خود ما بسازیم. یک فرد را به عنوان مثال دوست دارم که اینجا در این برنامه، چون برنامه که درباره موفقیت صحبت میکنیم، مثال میتونم که یک فرد هندی بود، این ادعا کرد در رسانه ها، در اطلاعات جمعی گفت که ما یک تا نظریه یا یک تا فرضیه را برتان یاد میتونم، راهی را برتان یاد میتونم که شما میلیاردر شوین.
اما شرط دارم، شرط میست که تمامتان به خاطر فهمیدن از این راه یک یک کلار هندی بر ما بفرستین. بالاخره روز موت فرا رسید و تمام ادوا که فرستاد خودش میلیاردر شد. گفت این بود راهی که من از فکرم استفاده کردم و خودم برش رساندم. حالا هر کدامتان موفقیتتان بستگی به هدف خودتان داره. حالا اگر قرار باشه که من و شما هدفی داریم، هدفی را تعیین کردیم، اما تحرک ما، میزان تحرک ما، نوعیت فعالیت ما و همسویی و هماهنگیه که بالاخره به خاطر اهداف مطروح من و شما را برسانه، بین اینا اگر توازن و تناسب ایجاد نکرده باشیم، خب به هر حال نمیتونه که من شما به اون هدف برسیم. حالا بیان که گام اول را با اعتماد و اطمینان برداریم. کافی است اگر ما فلان درجه از ثروت را میخواییم چی کار باید بکنیم؟ مسلماً ما از یک کار کاسبی خرد باید شروع بکنیم. حالا اگر قرار باشه خیال ما ای باشه که و هدف ما ای باشه که ما بخوایم به موفقیت مالی برسیم و اصلا خانه هستیم و در کنج خانه نشستیم، فکر نمی کنم که نویت هدف ما را خوب تعیین کرده باشیم. شاید خیلی ها کسان را امروز برنامه ما بیننده باشن که اونا همه روزه بیکار نشستن، هیچ نوع فعالیت و تحرکی ندارن، به هیچ دری نرفتن، هیچ نوع زحمتی را متقبل نشدن و بالاخره ادعایشان هم درجه موفقیت به خاطر زندگیشان هست که با این حال هیچ امکان نداره که من و شما نشسته باشیم و از غیب چیزی برای من و شما برسن. اینجا جهان علیت و معلول است، اینجا جهان قانونمندی هاست و تا زمانی که من و شما تلاش نکردیم و زحمت نکشیدیم چیزی به دستم آورده نمیتونیم. دوم، ایده کسانی که خیلی ها مشکل در زندگی خودشان دارند و بر خودشان مشکل ایجاد میکنند، از ناحیه خودشان را مقایسه کردن با دیگران ایجاد میشه. یک فردی که قرار باشه موفق شه و موفق باشه، هیچ وقت به هیچ وجه من الوجوه خودش با دیگران مقایسه نمیکنن. حالا اگر بیاین قرار باشه که ما خود ما را در یک مقایسه حسادت آمیز با دیگران قرار بدیم و توقعی می باشه که ما انسان موفق باشیم، به هر حال این نوع مقایسه سبب میشه که من و شما را موانی دلسرد بسازه. این نوع دید ما سبب میشه که من و شما از تحرکات لازم پس بمانیم و بعدا به حال ما که مقایسه را خود ما را با کسانی که نسبت به ما بهتر هستند با اونا خود ما را مقایسه بکنیم. استاد صحبتتان خیلی عالی است. اگر اجازه شما باشه میریم سراغ چند پیام. مخاطبین ما پیام های زیاد فرستادن، میبینیم که نظریاتشان چی است و پرسش دارن یا ندارن. نخستین پیام برادر ما رحمت الله نیازی با ما فرستادن. سلام خدمت شما عزیزان، تشکر، زنده باشین. آقای صافی هم سلام تقدیم کرده. یما پوپرزای همچنان گفتن سلام، سلامت باشین، زنده باشین. سعید جان هم گفتن سلام خوب هستین، تشکر، لطف شماست. آقای البته دریا جان شریفی هم گفتن خوبین، تشکر، لطف شماست، شما هم مهربان هستین. آقای بیبی گفتن سلام خواهر عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین و سلام به استاد هم تقدیم کردن. لطف میکنم، مهربان هستین. نعمت الله قصاب هم سلام گفتن. محمد مسعود هم به برنامه ما سلام فرستادن، زنده باشین. آجی صاحب همچنان سلام گفتن به برنامه. مسعود محمدی هم به برنامه سلام گفتن، تشکر، لطف شما هست. بیننده بعدی ما هم گفتن نجیم جان هستن، گفتن دیر عالی، مننه. جعفر جان حباسی هم عباس البته گفتن سلام به هر دویتان. عبدالمسعود گفته سلام به شما مهمان برنامه تان، چی کار کنیم که در تجارت موفق شویم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. ما قرار بود که من شما هی توضیح میدادیم امیره که اگر قرار باشه که من شما اتفاق و یک معجزه را در زندگی خود توقع داشته باشیم، به هر حال چیز محال است، چیز محال است که تا بال رخم اگر داده، البته از وجوه اعتقادش نمیگم، در زندگی من و شما همچون چیزی را اگر منتظر میشینیم یک خیال پردازی و یک توهمات من و شما را نشان میتن. حالا یک انسانی که اگر قرار باشه مشخصا در خصوص سوال شما، اگر قرار باشه که ما تجارت پیشه باشیم، اونمو تمام فرایندها و برایندهایی که به خاطر رسیدن به اهداف مطروحه من و شما را کمک میکنن را
خوب شدت باشیم، البته ابتدا از برنامه ریزی شروع میکنیم، بعدش عملیاتی را که باید من و شما داشته باشیم به خاطر رسیدن به اهداف مطروح اینا رو دنبال میکنیم، در قدم سوم نظارت از کار و عملکردها را متوجه باشیم، در قدم چهارم نتایج کار ما را پیش خود ما می داشته باشیم و همین نوع ارزیابی یا جمع کردن نتیجه به این معناست که توازن بین اون چهار فاکتور که اشاره کردم ایجاد کرده و بالاخره ما شما را می رسانه به انگیزه رسیدن به سود سرشار یا به اصطلاح تجاریت موفق. حالا از وجوه روانشناختیش می خواهیم اشاره بکنم. اگر قرار باشه که در زندگی خود من و شما آماده پذیرش بعضی خطرات نباشیم، البته خطراتی میگم اون ریسک مالی هدف ماست، اینا رو اگر مد نظر نداشته باشیم هیچ وقت عمو معقوله که دکتر انوشه میگه، هیچ وقت میگه نشده که دریای آرام از شما یک ناخدای با تجربه بسازه. میگه هیچ وقت دریای آرام سبب نمیشه که شما یک کشتیران ماهر شوین و باشین. شما باید با تلاطم امواج دست و پنجه نرم بکنین، شما باید با مشکلات و سختی ها عملا درگیر و دار باشین تا شوین که یک انسان پخته و یک انسان سفته به معنای تجربیات لازم و مقتضیات لازم با زندگیه که فعلا دارین و موقعیت را که تعیین کردین باشین. اینا با این شما فاصله ایجاد میکنه. استاد اگر این امواج تلاطم شدید ما را امرای خود برد بازی اگر برد، شما ببینین ورشکستگی تمام تجارت پیشه های دنیا را که چندین بار شکست خوردند. شما ببینین ما این مثال بارها حتی در سنوفی که درس داشتیم دادیم، در یک سال مشخص شرکت نوکیا یکی از مقتدرترین شرکت های تجاری بازار بود که او زمان حرف اول می زد، اما روزگار شد که با اون سهام کم و قصیری که داشتند اونا را با یکی از شرکت های دیگه فروختند و اصلا نتانستند که در بازار رقابت خودشان آماده بسازند. البته اونا توقعشان این بود که به این حالت آرام خودشان به اهداف برسانند، اما اون دیگرانی که با این تلاطم و با این امواج مجادله کردن، مبارزه کردن، اونا امروز شدن پیشتازان و موفقان امروز بازار کار و نوکیا اصلا متلاطم شد، فروخته شد و کس دیگری خریدش و سهامش رفت از بین. ببینین تفاوت از کجا شروع میشه؟ تفاوت خلاقیت ها و تفکرات خلاق سبب میشه که من و شما موفقیت های ما رو داشته باشیم. حالا اگر قرار باشه که همه کس رو من و شما مد نظر داشته باشیم، با امکانات زیاد هر فرد یک کار رو انجام داده میتونه. با یک پول زیاد تجارت را همه ما شما شروع کرده میتونیم، اما ماهر کسی است که با کمترین سرمایه به بیشترین حد منفعت برسونیم. این قسمتش منفعت است. حالا اگر سختی ها رو تجربه نکردیم، اگر من و شما با مشکلات دست و پنجه نرم نکردیم، شما فکر میکنین رهبران ممتاز جامعه، کسانی که میلیون ها پیرو داشتن، اونا بدون هیچ زحمتی به این درجه و مقام رسیدن؟ اونایی که در زندگی خود امروز خیلی ها موفق هستن، به مدارج عالیه رسیدن، به یک بارگی نصب شدن در اون موقعیت ها، اشتباهی محض است این نوع تفکر. اگر فکر ما این باشه که هر جای باید ما را یک دستی باشه و دستی بگیره و دستی ما را به موفقیت برسانن، این نوع نگرش نازدانهیه به لحاظ اجتماعی خود ما و نوع تفکرات فنا بردن به خیالات و توهمات است. حالا بیاییم که من و شما تلاش ما را مبتنی بر علیت و معلول عیار بسازیم تا که ما تلاش نکنیم دست غیب نمیه که بر ما پول بده و من و شما را موفق بسازه. این تلاش ما، این تکاپوی ما و خداوند منان هم میفرماید که لیس للانسان الا ما سعا. انسان را وجودش و ماهیت و فلسفه و خلاصه همه چیستی و چراییش در تلاش و کوشش خلاصه می‌سازیم. و این از جمله بزرگترین پیام هایی هست که من شما دریافت بکنیم که به خاطر موفقیت ما تلاش لازم را داشته باشیم تا اینکه به مدارج عالیه برسیم. یعنی تلاش باعث موفقیت انسان میشه. اگر ما پلان داشته باشیم، هدف داشته باشیم و پشت کار داشته باشیم، تلاش کنیم، بدون تردید به موفقیت میرسیم. اما اگر یک
هدف در زندگی داشته باشیم و دنبال نکنیم و تلاش نکنیم، بدون تردید نه به هدف میرسیم و نه به موفقیت. دقیقاً دقیقاً. من یک چیز رو میخوام اشاره بکنم برای شما. ادیسون با بارها و بارها ناکام شد در قسمت اختراع برق. البته شاید قسمت اعظم از بیننده های ما با نام ادیسون آشنا هستند. بارها و بارها ناکام شد و هی مردمی که در اطرافش بودن منفی گرا بودن برش میگفتن که دست بکش، کاری که نمیشه که نمیشه. حالا چرا باید بارها و بارها شهر آتش بزنی، آشوب ایجاد بکنی، فتنه و خودت به زندان رفتی؟ حالا دیگه حداقل دست بکش. اونا گفتن که میفهمین ما با این تلاش های خود به چی نتیجه رسیدیم. ما با این تلاش های خود میگه به این نتیجه رسیدم که 999 راهی را انتخاب کردم که از این تجربه کردم که از این طریقه نمیشد برق ایجاد شد. ببینین انسان مثبت‌گرا 999 تجربه ای را انجام دادم. حالا اگر قرار باشه که حالا این جوانایی که فعلا بیننده ما هستند اینا را یک دفعه تجربیاتشان و شکست‌هایشان بررسی بکنیم، غالبا یک بار هم اینا شکست نخوردن، به معنای واقعی شکست حساب شد. اینا را هی زانوی غم در بغل گرفتن، با دنیا خداحافظی کردن، با دوستا، با دنیای صمیمی از دوستای که دارن. بنابراین اینا از جمله مسائل هست که به هر حال از تلاش و پیکار دست کشیدن به معنای ازیست که به هر حال من و شما تسلیم روزگار و از جمله کسانی هستیم که نمیتونیم خود ما را ثابت بسازیم که چی نوع استعدادهایی داریم تا خود ما را بتانیم به فلان مدارج برسانیم. امید از اینکه بیننده برنامه ما همچنین با ما باشن و هیچگاهی از شکست نترسن. تماس هم داریم و پیام های زیادی هم دریافت کردیم. اول عقبه تماس بدیم. بیننده ما پشت خط منتظر هستن و تماسشون قطع نشه. بله بفرمایید. سلام به شما و وقت زیبایتون بخیر. سلام بر شما و جناب استاد محترم، روز شما بخیر. تشکر، زنده باشین. روز شما همچنان بخیر. مهربانی، از کجا صحبت میکنین و پرسش که دارین؟ احمد هستم، شهر نو کابل صحبت میکنم. یک سوال داشتم از جناب استاد. بفرمایین احمد جان. استاد در خدمتتون هستم. زنده باشین جناب استاد. میخواستم بفهمم که چرا بعض انسان ها در زاویه های مختلف زندگی در حوزه‌های گوناگون حیات خود موفق هستند و تعداد دیگر که هستند در زندگی خود ناموفق هستند. دلیل از چی بوده میدانم؟ خیلی خوب، من دوست دارم یک سوال از شما داشته باشم. با توجه به آن چیزی که شما مطرح میکنین، تعریف شما از موفقیت چی است؟ موفقیت همو به نظر ما همو چیز است. موفقیت در زندگی انسان که به چیزی که برسه انسان و چیزی که هدف خود قرار داده باشه و چیزی که برنامه سازی کرده باشه پیش از پیش و به او هدف خود برسه. مثلا کس هست میخواهد که صنف 12 خود به اتمام برسانه و در مو هر سه کوشش میکنه، تلاش میکنه که به مو موفقیت یا به درجه عالی که صنف 12 خود پاس کنه یا از پنتون فارغ شده به مو درجه باید برسه. خیلی خوب، این را جز روند معمول از زندگی میدانین که قانون طبیعی زندگی همی را حکم میکنند که بالاخره بعضی کسانی که خوب برنامه ریزی میکنن باید به موفقیت برسن، بعضی هایی که خوب تلاش میکنن مستحق و مستوجب موفقیت هستند و الا کسانی که تلاش لازم را نکردند، جد و جهد لازم را نکردند و در پاری از مواقع شاید هم خیلی تلاش خود کردند یا در انتهای کار تسلیم شدند یا بالاخره اگر نتانستن به نحوی از آنها با تعبیر اجتماعی ما شکست خوردند، حالا بینششان در مورد از شکست چیست؟ این خیلی سازنده هست برای نوعیت نگرش فرد و خاطر از اینکه من و شما رو به مدارج اون حد موفقیتی که میخواییم و تعیین کردیم و شناخت داریم من و شما رو برسانه. حالا خیلی خوب، تشکر. من دوست دارم تفسیره بکنم، شما بیننده باشین و تشکر میکنم از اینکه حضور فعال داریم. تشکر جناب استاد شما. من میخواستم یک نکته دیگر رو مشاره کنم که بعض از دوستای ما یا بعض از روانشناسا هستن به خاطر این برنامه سازی یا برنامه ریزی اونا دلیل های مختلف خود هست. بله صدا شما رو داریم. میروانیم. بعض روانشناسا هستن که میره میگن این برنامه سازی که در زندگی می داشته باشی نباید این برنامه سازی رو داشته باشیم. ما شما مثلا یک برنامه بسازیم طبق اون برنامه به پیش بریم
نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا آدم برنامه داشته باشه که طبق همو برنامه خود پیش بره؟ نه. اصلا اگر ما خوب گرفته باشم سوالتان، میگن برخی از روانشناسا به این نظر هستند که زندگی را نمیشه مطابق یک برنامه پیش برد، یا اصلا لازم نیست که باید بر زندگی برنامه ریزی داشته باشیم، درست؟ دقیق. خیلی خوب، قطعاً و جدن من مخالف همچون نظر هستم، به دلیلی که وقتی که یک روانشناس میه میگن دنیای تفکراتتان بر مبنای یک مدیریت تنظیم بکنین، حالا دنیای فیزیکی، دنیای ماورای وجودی ما، دنیایی که من و شما در اونجا جهان پیرامون ما هست، چگونه میدانیم که اونها را بدون مدیریت پیش ببریم؟ و اصلا نابجا میدانم که به این قول کسی نظر را ارائه بکنه یا اصلا حد موفقیت را در این مسئله داشته باشه. البته حالا من استدلال میکنم، دلایل خود برتان روشن میسازم که وجوه منطقی مسئله هم روشن شود. تشکر میکنم از تماستان. وقت خوش برادر عزیز، با امید ازی که صحبت استاد بشنوین و تجربه بگیرین. وقت خوش، خدا نگهدار. استاد چند پیام ازوزت میخوانم بعدا شما خیلی خوب جواب بدین. برادر محمد سهیل خوگیانی گفتن سلام، وقت شما بخیر. احمد سهیل خوگیانی هستم از ولایت هرات، تشکر از برنامه زیبا شما، لطف شماست. آقای حبیب الله ابراهیمی زاده هم گفتن یک سلام خاص خدمت هر دویتان. سوال من این است که از چیره های خوبتر انسان به موفقیت میرسه که از آغاز برنامه تا حال استاد پینمون همین موضوع صحبت کردن. محمد عارف حاجی زاده هم سلام تقدیم کرده به برنامه ما. محمد داود حیدری گفته سلام به شما، گوینده موفق و مهمان محترم برنامه شما. زکی هم سلام تقدیم کرده. دنیا جان هم گفتن سلام به شما، تشکر، زنده باشید دنیا عزیز. و جعفر کریمی هم سلام تقدیم کردن و گفتن فالوور جدید ما هستن، خوش آمدید به برنامه رمز زندگی، همیشه با ما و با برنامه ما همراه هم کلام باشین. اجمل جان افغان هم گفتن سلام خواهر ناز و دکتر صاحب محترم، تشکر از برنامه خوبتان. کابل دوست گفته سلام به شما خوبان، به نظر من یک راه موفقیت اعتماد به نفس است. از لندن زحمت میان، تشکر، زنده باشین. هم میر همزم نظریه هم سلام تقدیم کردن. ولی جان هم گفتن سلام به شما سنتا جان و مهمان گرامیتر، امروز بهترین برنامه را انتخاب کردین جهت ایجاد هدف و مهمان شما بهترین استاد است که به بهترین شکل توضیح میدن. با تشکر ولی از عربستان، تشکر ولی جان. عبدالله محمد همچنان سلام تقدیم کردن. جواد جان کریمی همچنان گفتن همیشه باید به قله های بلند زندگی خدا برسانیم، وقت امکان داره که پشت کار داشته باشیم، چنانچه گفتن اندر باران سبز می روید، اندر زحمت کامیابی. ما قدر شیر خواندن خوب نیستم، خوب بازم کنیم. خیلی خوب است، خیلی موضوع جالب و مهم را اشاره کردن. بله. زنده باشن. و همچنان بیننده ما آقای احمد هم سلام تقدیم کردن. محمد حکیم حکیمی هم گفتن سلام خوب هستین، زنده باشین. مدیه جان خوشی هم گفتن سلام سنتا جان، ناز اعتماد به نفس، تشکر از برنامه زندگی رمز زندگی، تشکر، لطف شما است. و همچنان پیام های زیاد دریافت کردیم. عبدالصبور حکیمی هم گفتن سلام بر شما، صبور هستم از ایران، خوب هستین، ماشاءالله برنامه شما خیلی زیباست، تشکر از برنامه زیبایتان. خال محمد رومانی هم سلام تقدیم کردن. عبدالمناف قیمی هم گفتن ما چه قسم میتونیم در این شرایط زندگی خوب داشته باشیم. وحید الله جویا هم گفتن کسی که یکی را بی نهایت دوست دارد و همکار است، وقتی از او دور می شود و یا جای دیگر وظیفه می گیرد بسیار غمگین و افسرده می شود و همیشه بدون او احساس تنهایی کرده و بی نهایت تشویش می کند. برای اینکه دل خود را تسلی بدهد چی کار لازم است را باید انجام دهد؟ خیلی خوب، من چون سوالات پیام ها و سوالات خیلی زیاد است و خوش هستم که سهم فعال بیننده های ما را داریم. خیلی خوب، اولا من نمی فهمم که اونا چه نوع شرایط زندگی خود دارن. اگر همکارشان میرن، این دنیا دنیایی نیست که تا ابد کسی در کنار کسی بمونه. البته خیلی هم این را خودخواهانه تعبیر نکنین. وقتی که ما میگیم دنیا دنیایی نیست که همیشه باید تا ابد کسی در کنار کسی باشه، این یک حقیقت تلخ و محض زندگی است که من و شما تجربهش داریم. حالا اگر قرار باشه که ما بدون از اونا زندگی کردن نمیتونیم، این بلندای وجودی طرف مقابل را نمیرسانه. به هر حال ضعف‌های ما را میرسانه که ما تا چه حد وابسته طرف مقابل هستیم، چه گم شده ای را داریم که در وجودشان جستجو میکنیم، ما چه شرایطی را داریم، چه نوع وضعیتی را داریم. و به هر حال مشخصا اگر احیانا کسی در همچون شرایط قرار داره،
من دوست دارم که همراهشون صحبت بکنم از طریق تماس با برنامه یا هر کسی هر نوع مشکلی که می داشته باشد تا اینکه من بتانم پیدا بکنم که اصلا ذات مسئله در کجا هست و چگونه ما می تانیم یک فرد را از این حالت وابستگیشون نجات بدیم. به هر حال حالا میایم به سوال قبلی که شنونده ما زنگ زده بودن و مطرح کردن، روانشناس. البته اینجا دوست دارم که یک نکته مسلکی را اشاره بکنم. نمیتونیم ملاک معیار یک منبع نامعتبر و یک منبع و مرجع نادرست را ملاک معیار قطعی به خاطر یک حوزه از علوم تعیین بکنیم. دقیقاً. شاید مرجع یا ارجایی که موجود هست اشتباهات داشته باشند. از طرف دیگه طرفی که میای اونا را به عنوان یک موضوع مطرح میکنه و بیان میکنه، شاید اونا در نوعیت بیان کردنشان در اندیشه هایشان اختلافی و اشکالات موجود باشه. در قدم سوم شاید اگر به عنوان یک فرض گیریم نادرست و مد نظر داشته باشیم، بنیاد و منشای علم روانشناسی وقتی که تأکید بر دنیای ذهنی انسان داره اونجا مدیریت را مطرح میکنه. شما فرض بکنین بعضی افرادی که میگن ما خیلی آدم های به لحاظ اجتماعی میگن تشویشی هستیم، روانشناس در اولین قدم میگن نوعیت یا اصلا وجود یا اصلا بنیاد اساسی این تفکر از کجا پیدا میشه و یعنی کجایی ها و چیستی ها و چرایی ها را وقتی جستجو میکنیم و نحوه از آنها. من و شما پشت یک مدیریت هستیم و اصلا برنامه ریزی به خاطر زندگی در حوزه علم روانشناسی هر نوع برنامه ریزی بر من و شما به نحوه از آنها آرامش را ایجاد میکنه. و بالاخره یک آدمی که بی برنامه هست، شما در حوزه علم روانشناسی مدیریت ببینین، مدیرانی که بی برنامه هستن به لحاظ مدیریت رفتارهای سازمانی اونا آدمای برهم و درهم هستن، دست و پاچه هستن، اصلا اکثر برنامه هاشون از پیششان نمیتونن به بهترین نحوش انجام بدن. اینا تمام دلالت بر این داره که ما در قسمت زندگی خود، در قسمت عظیم از زندگی خود، در تمام برهه ها، در تمام مقاطع، من و شما برنامه ریزی لازمه به خاطر رسیدن به مدارج اهداف مطروحه را داشته باشیم. بله. و الا هیچ آدم بدون برنامه ریزی تا امروز موفق شده نتونسته. سپاس جناب استاد. برادر ما غوث الدین قربانی هم سلام تقدیم کردن. علی جان تنها هم کارم میشه برنامه ما هم گفتن سلام تقدیم دکتر صاحب و تقدیم ما لطف شماست مهربان هستین. عبدالجبار نوری هم پیام فرستادن و سلام تقدیم کردن. انتظار گل هم سلام تقدیم کردن. تشکر و تعداد زیاد از بیننده های ما که پیام فرستادن، پرسش دارن و سلام تقدیم کردن. ما سلام و همه شما را علیک میگیم و تشکر از اینکه همیشه با ما همراه هم کلام هستین. باز هم متاسفانه وقت برنامه با ما یاری نمیکنه، در بحثایی که جناب استاد میباشن وقت خیلی زود تمام میشه و کوتاهی میکنه و ما نمیتونیم تمام موضوع را احتوا کنیم و استاد بیان کنن. اما باز هم در روزهای آینده ان شاء الله جناب استاد با خود خاطر داشتیم و برنامه مفصل در رابطه با اینکه چگونه از وابستگی ها خود را رهایی بدیم صحبت خواهیم کرد. جناب استاد تشکر میکنم از حضور شما. هم خواهش میکنم لیدون که تا خبر دیر لرو دیر صد ویلو د فار لرو نو انتظار به باسه و ده به تاسی سر واده ده قدر من سونیتا چه انشالله لطاس سر به همکاری سات و وقت به لیدون که تا پیدا که و سکه چه داده لیدون که هم زموگ بنده اخلاقی حق دی هم اجتماعی حق دی کنم بنده. تشکر از شما جناب دکتر سبزی در برنامه های موضوع پیدا میکنیم. واقعا صحبت های شما مورد نیاز امروز جامعه ما و مخصوصا جوانان ما است تا که بتانن راه زندگی در راه بهتر زیستن البته انتخاب کنن. تشکر از شما. وقت شما هم عزیزان بخیر. بازم میتونین به چینل یوتیوب ما بپیوندین، همچنان صفحه فیسبوک ما را لایک کنین. این بود برنامه حاضر. تا برنامه بعد شما را بلای تمام میسپارم. موفق و سرفراز.